یگان گرامی برنامه نگین هویت، عرض ادب دارم، ضیاء حافظی هستم. برنامه امروزی ما که یک برنامه ویژه و اختصاصی هست در مورد زبان پارسی، دری و تاجیکی، که آیا این سه زبان جداگانه هستند و چرا در افغانستان زبانی دری گفته میشه، در ایران فارسی و در تاجیکستان تاجیکی، و که با یک کلیپی که از چند بزرگوار متحیه کردیم و ببینیم که این بزرگای ما گلهای سر سبد ادبیات ما، استاد واصف باختری. این که زبان فارسی زبان دیگری است، زبان دری زبان دیگری است و زبان تاجیکی زبان دیگری است، یک اندیشه کاملا باطل هست، یک اندیشه کاملا باطل هست و ما باید برای همیشه چنین اندیشه باطل را از صحیفه ذهن خود بزداییم، فرو بستریم و ذهن خود را از این اباطیل پاک بسازیم. فارسی و این فرهنگ که یک روز نیمی از جهان ما را احتوا کرده بود و امروز هم رگاهای او در سر تا سر کشورهای همجوار کشورهای فارسی زبان جاری است، این زبان پایدار است و ماندگار است و ماندنی است. ماندبیبی نوشته کرده که کتیبه‌های رباتک و کتیبه‌های سرخ‌کوتل مادر زبان فارسی است. او کتابی داره، امیال موجود است، که تمام کلماتی را که در این کتیبه ها آمده این کلمات فارسی است. بنابراین این دو کتیبه مادر زبان بدینت که این در این می قرن اول است و همچنان در قرن دوم هجری ما یک زبان بسیار سچه و ادبی داشتیم در قرن دوم و سیم. کسا فرهنگی، سرچشمه فرهنگی این کشورها فرهنگی زبانی فارسی است. استاد امید جهانی، موضوع این است که زبان دری جدا از زبان فارسی وجود نداشته است. زبان دری یک گونه کاربردی زبان بود که در پیش از اسلام به زبان رسمی و زبان نوشتاری گفته می شد. این زبان هم صرفا مربوط و منصوب به یک منطقه نیست. یکی این که در تاجیکستان که می خواهند ملت تاجیک بسازند، ما ملت نشدیم هنوز، خیلی راه داریم تا ملت شدن، و میگویند که زبان تاجیکی داریم، بیشتر به خاطر این است که اصطلاحات ایران، ایرانی، فارسی را به کار نبرند. این یک گونه تعصب محلگرایی ولی در سطح کشوری هست. افغانستان فارسی و نمو فارسی هم دری هم پهلوی هم یک جا ذکر می شده. بله، یعنی تفاوت از هم ندارند، دری و فارسی هم دو یکی هستند. بله، هر دو یکی هست. زبان فارسی دری از کجا آمده؟ مقصود از خراسان بزرگ، خراسان کنونی و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستانه. پس زبان امروزی ما از خراسان برمیخیزه. زبان فارسی تاریخ پر نشیب و فرازی داشته، زبان فرهنگی مشترک مردم گوناگون بوده و خواهد بود، یکی از زبانهای بسیار کم نظیر جهان، یکی از میراث‌های فرهنگی انسانی. فارسی و دری و تاجیکی به نظر من زبان واحد است، فقط نام‌های مختلف از سی نام است، به خاطر که هر سی نام یک زبان است و فارس است و به او خاطر نام منطقوی است. تاجیکی هم مربوط به تاجیک هاست که هم نام منطقوی است و دری یک نام توصیفی، چنان که استاد یمین گفتند، یعنی زبان فصیح و زبان شعر.
در اون وقت باید مجادله صورت می گرفت که دری نباشد، دری فارسی دری باشه یا تنها فارسی باشه. زبان محمود طرزی سیاست برچیده شدن زبان فارسی بسیار به تدریج بسیار به صورت خزنده مطرح شد، اما به این صراحت نه که دری یک زبان دیگه است، فارسی یک زبانه. ببینیم که لسان اهل الجنه العربیه و ثم فارسیت دریه، این فارسی دری. ما وقتی که فارسی دری میگیم منظور ما چیست؟ زبان فارسی امروز، فارسی دری با فارس باستان و فارسی میانه مثل مادرن انگلیش، یعنی فارسی نو است، فارسی که چند سال پیش از ظهور اسلام یا مقارن ظهور اسلام به وجود آمده. و چرا باز این را دری گفتن؟ دری آن گونه که یک بعض محققان و دانشمندان نوشتن که منصوب به دره یا دربار است، چنین نیست. اینها عکس هایی بوده و قیاس هایی بوده. زبان دوهاری است، یعنی زبان دخاری که دوهار به مرور زمان دوهار تلفظ شده، دوهاری دری شده. و این رقم تصوری هم که به وجود آمده که دری زبان افغانستان است، فارسی زبان ایران است و تاجیکی زبان تاجیکستان، از بیخوبون یک پنداشت نارواست. به این معنی ببینین که کلمه زبان دری آنقدر که در اوزه ایران کنونی چی در گذشته و چی در این روزگار معاصر به کار رفته، هیچ وقت در قدمای ما، این قدمای ما که متعلق به افغانستان امروز بودن به کار نرفته. مثلا ما در آثار مولانا کلمه دری رو نمیبینیم. فارسی گوی رو تازی بهل، حتی مثلا میگه مگر زبان فارسی را چه شده است؟ آن لطائف و ظرائف که در زبان فارسی است در زبان تازی نیست. مگر ما داود خان صدر اعظم برادرش محمد نعیم خان که وزیر خارجه و معاون صدر اعظم بود، بنونست زبانشناس بسیار بزرگ فرانسوی و کابل دعوت و به او پیشنهاد کرد که امی زمینه برچیده شدن بساط زبان فارسی را از افغانستان توی طرح آماده کن. بلومنیست به ما کار نمی کنه. من زبان شناس هستم، من معمار زبان هستم، من ویراگر زبان نیستم. خب با او برخورد سردی کردن، تشریفاتی غزنی روانش کردن، بامیان رفت فرانسه. باز دو نفر از اتحاد شوروی سابق خواستن. یکی از دانشمندان ازبک شوروی سابق بود به نام عبدالصمد خواجه بابایوف، یکی دیگه هم پروفیسر گیرس بود که هر دو پشتو رو داشتن. یا به نعیم خان گفتن که بساط زبان فارسی با آسانی برچیده نمیشه، و تدریج در هر جملهش یک بم بگذار. بم چطور بگذار؟ گفت کلمات پشتو در زبان فارسی مروض شدن. من یک خبر برای شما میخوام. در زمان صدارت داود خان دیباختر، این خبر از رادیو خوانده شده، دیباختر آژانس خبر داد که امروز شاغل دکتر علی احمد پوپر از امور مسلکی و اداری دمیرمن و طولانی لیسه دیدن به امارا. این کدام زبان است؟ این کدام زبان است؟ گفت پیغمبر که دارند اهل فردوس برین، بر زبان لفظ دری جای زبان مادری. بیگمان پس خازن فردوس فردوسی بود، کو بود بیشد عرب و نوع گفتار دری. و خود فردوسی یک از قدیمترین جای های فارسی دری آمده، چفر بود تا فارسی دری بگفتند و کوتاه شد داوری. در یعنی شاعر معاصر دیگه ایران دکتر مهدی حمیدی شیرازی، شاعر یعنی شعر بسیار معروف مرگ کو گفته: بهانه هاست بماندن مرا و یک آن است، که است مردن من مردن زبان دری. شکر شکر به سمرقند قند و عسل
نشانگری از این بود که زبان تا کجا ریشه و عمق و پهنا و غنا داره. و امروز یک زبان است که در یونسکو به عنوان یکی از زبان‌های مهم دنیا این ثبت شده. استاد زریاب گرامی در یک مصاحبه که با دوچویلی انجام میده، دوچویلی آلمان، و استاد میگه که گسترش و پیشرفت زبان فارسی دری را تلاش های مذبوحانه است که میخواهند بگیرند، اما سخت در اشتباهند، زیرا اینا باید بفهمند که زبان فارسی دری در سطح جهان شناخته شده با چهره های چون مولانا، سنایی، حافظ، سعدی، ناصر خسرو، جامی و بسا ستاره گان دیگری که چند سال قبل یونسکو سالی را به نام سال مولانا جلال الدین محمد بلخی مسمی ساخت. این نشانه از این عظمت ای زبان هست و امروز هم مولانا شناسی پس از 800 سال در ایالات متحده امریکا در یونیورسیتی ها درس داده می شود. افتخاراتی که از زبان فارسی دری هست بخشیده شد با ایران، همان گونه ای که نام ایران بخشیده. ایران در زمان رضا شاه از دولت افغانستان اجازه میگیره که ما نام کشور خود از فارس به ایران تبدیل میکنیم. شما هم شامل ایرانی قدیم هستید، اجازه میدین؟ دولت ما متاسفانه بر اساس همون پالیسی ملت سازی به اساس یک زبان بسیار آگاهانه و زیرکانه همه نام برزو می بخشه و با اون نام فارسی رو باز دری می سازه. و امروز وقتی که ایران ادعا می کنه مولانا جلال الدین محمد بلخی از ماست و با ایران با ترکیه توافق می کنن که باید مولانا به عنوان میراث فرهنگی دو کشور در یونسکو ثبت شود، که خوشبختانه من شخصا با حضور استاد واصف باختری رفتم و نظر از وره گرفتم که یک قسمت میرم خدمت شما میگذارم. زبان فارسی در افغانستان کنونی به اونجا خواهده. بله استاد. زادگاه زبان فارسی یا زبان پارسی، زبان دواری، زبان دری افغانستان است. ببینید مثلا ما حمزه بادنیسی داریم، نخستی یکی از کسانی که در بارهشان تصور میشه که نخستی سخن پرداز زبان دری هستند به زبان شعر. مثلا دو تاریخ بسیار مهم، تاریخ بیهقی، بیهقی از سبزوار است و به مثال تاریخ عبدالحی گردیزی، دو تاریخ بسیار قدیم ما در کجا نمیشته شده خود از داخل مرزهای افغانستانی کن زمان صدارت سردار محمد داود خان، در زمان صدارتش یونسکو از دولت‌های مختلف جهان می‌خواهد که مفاخر فرهنگی و علمی خود معرفی کند. از افغانستان کی معرفی میشه؟ خوشحال خان خطک، رحمان بابا، حمید بابا، محمد کاکل، اشرف خان ایجی. درست است، درست است. ما هیچ اعتراضی ندارم. اینها
شام تا بکاش هستن تا خجن آیی ندار عالم بالاست پارسی آیی ندار عالم بالاست پارسی آیی ندار عالم بالاست پارسی یگان گرامی برنامه نگین هویت عرض ادب دارم زیای حافظی هستم. برنامه امروزی ما که یک برنامه ویژه و اختصاصی هست در مورد زبان پارسی، دری و تاجیکی که آیا این سه زبان جداگانه هستند و چرا در افغانستان زبانی دری گفته میشه، در ایران فارسی و در تاجیکستان تاجیکی، و که با یک کلیپی که از چند بزرگوار متهیه کردیم و میبینیم که این بزرگای ما گلهای سر سبد ادبیات ما استاد واصف باختری. این که زبان فارسی زبان دیگری است، زبان دری زبان دیگری است و زبان تاجیکی زبان دیگری است، یک اندیشه کاملا باطل هست، یک اندیشه کاملا باطل هست و ما باید برای همیشه چنین اندیشه باطل را از صحیفه ذهن خود بزداییم، فرو بستریم و ذهن خود را از این اباطیل پاک بسازیم. فارسی و فرهنگ که یک روز نیمی از جهان ما را احتوا کرده بود و امروز هم رگاهای او در سر تا سر کشورهای همجوار کشورهای فارسی زبان جاری است، این زبان پایدار است و ماندگار است و ماندنی است. ماندبی بی نوشته کرده که کتیبه های رباتک و کتیبه های سرخکوتل مادر زبان فارسی است. او کتابی داره، امیال موجود است که تمام کلماتی را که در این کتیبه ها آمده این کلمات فارسی است. بنابراین این دو کتیبه مادر زبان بدینت که این در این می قرن اول است و همچنان در قرن دوم هجری ما یک زبان بسیار سچه و ادبی داشتیم در قرن دوم و سیوم. کسا فرهنگی سرچشمه فرهنگی این کشورها فرهنگی زبانی فارسی است. استاد امید جهانی، موضوع این است که زبان دری جدا از زبان فارسی وجود نداشته است. زبان دری یک گونه کاربردی زبان بود که در پیش از اسلام به زبان رسمی و زبان نوشتاری گفته می شد. این زبان هم صرفاً مربوط و منصوب به یک منطقه نیست. یکی این که در تاجیکستان که میخواهند ملت تاجیک بسازند، ما ملت نشدیم هنوز، خیلی راه داریم تا ملت شدن، و میگویند که زبان تاجیکی داریم، بیشتر به خاطر این است که اصطلاحات ایران، ایرانی، فارسی را به کار نبرند. این یک گونه تعصبی
محلگرایی ولی در سطح کشوری هست. زبان فارسی ای در دریای دری، ای زبان فارسی ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان ای زبان مادری. افغانستان فارسی و نمو فارسی هم خادری هم پهلوی هم یک جا ذکر می شده، بله یعنی تفاوت از هم ندارند دری با فارسی هر دو یک هستند. بله هر دو یک. زبان فارسی دری از کجا آمده؟ مقصود از خراسان بزرگ، خراسان کنونی و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان. پس زبان امروزی ما از خراسان برمیخیزه. زبان فارسی تاریخ پر نشیب و فرازی داشته، زبان فرهنگی مشترک مردم گوناگون بوده و خواهد بود، یکی از زبانهای بسیار کم نظیر جهان، یکی از میراث‌های فرهنگی انسانی. فارسی و دری و تاجیکی به نظر ما زبان واحد است، فقط نام‌های مختلف از سی نام است، به خاطر که عرصی نام نام یک زبان است و فارس است و به او خاطر نام منطقوی است. تاجیکی هم مربوط به تاجیک هاست که هم نام منطقوی است و دری یک نام توصیفی، چنان که استاد یمین گفتند، یعنی زبان فصیح و زبان شعر. در اون وقت باید مجادله صورت می گرفت که دری نباشد، دری فارسی دری باشه یا تنها فارسی باشه. زبان محمود طرزی سیاست برچیده شدن زبان فارسی بسیار به تدریج بسیار به صورت خزنده مطرح شد، اما به این صراحت نه که دری یک زبان دیگه است، فارسی یک زبانه. ببینیم که لسان اهل الجنه العربیه و ثم فارسیت الدریه، این فارسی دری. ما وقتی که فارسی دری میگیم منظور ما چیست؟ زبان فارسی امروز، فارسی دری با فارس باستان و فارسی میانه، مثل مادرن انگلیش یعنی فارسی نو است. فارسی که چند سال پیش از ظهور اسلام یا مقارن ظهور اسلام به وجود آمده. و چرا باز این را دری گفتن؟ دری آن گونه که یک بعض محققان و دانشمندان نوشتن که منصوب به دره یا دربار است، چون این نیست. اینها عدس هایی بوده و قیاس هایی بوده. زبان دوهاری است، یعنی زبان تخاری که دوهار و مرور زمان دوهر تلفظ شده، دوهری دری شده. و این رقم تصوری هم که به وجود آمده که دری زبان افغانستان است، فارسی زبان ایران است و تاجیکی زبان تاجیکستان، از بیخوبون یک پنداشت نارواز. به این معنی ببینین که کلمه زبان دری آنقدر که در اوزه ایران کنونی چی در گذشته و چی در این روزگار معاصر به کار رفته، هیچ وقت در قدمای ما، این قدمای ما که متعلق به افغانستان امروز بودن، به کار نرفته. مثلا ما در آثار مولانا کلمه دری رو نمیبینیم. فارسی گوی رو تازی بهل، حتی مثلا میگه مگر زبان فارسی را چه شده است؟ آن لطائف و ظرایف که در زبان فارسی است در زبان تازی نیست. اگر ما داود خان صدر اعظم برادرش محمد نعیم خان که وزیر خارجه و معاون صدر اعظم بود، بنونست زبان شناس بسیار بزرگ فرانسوی و کابل دعوت و به او پیشنهاد کرد که امی زمینه برچیده شدن بساط زبان فارسی را از افغانستان توی قرب آماده کن. بلومنست بر مای کار نمی کنه. ما زبان شناس هستم، من معمار زبان هستم، ما ویراگر زبان نیست. خب با او برخورد سردی کردن، تشریفاتی غزنی روانش کردن، بامیان رفت فرانسه. باز دو نفر از اتحاد شوروی سابق خواسته، یکی از دانشمندان ازبک شوروی سابق بود به نام عبدالصمد خواجه بابایوف، یکی دیگه هم پروفیسر دیرس بود که هر دو پشتو داشته. یا به نعیم خان گفتن که بساط زبان فارسی با آسانی برچیده نمیشه، و تدریج در هر جملهش یک بم بگذار. بم چطور بگذار؟ گفت کلمات پشتو در زبان فارسی مروض شدن. من یک خبر برای شما میخوام. در زمان صدارت داود خان دیباختر، این خبر از رادیو خوانده شده، دیباختر آژانس خبر داد
که امروز شاغل دکتر علی احمد پوپن از امور مسلکی و اداری دمیرمن و طولانی لیسه دیدن به امارا ایک کدام زبان است؟ ایک کدام زبان است؟ گفت پیغمبر که دارن دهل فردوس برین بر زبان لفظ دری جای زبان مادری بیگمان پس خازن فردوس فردوسی بود کوبود بیشد عرب و نوع گفتار دری و خود فردوسی یک از قدیمترین جای های فارسی دری آمده چه فرمود تا فارسی دری بگفتند و کوتاه شد داوری در روی شاعر معاصر دیگه ایران دکتر مهدی حمیدی شیرازی شاعر و شعر بسیار معروف مرگ کو گفته بهانه هاست بماندن مرا و یک آن است که است مردن من مردن زبان دری شانگری از این بود که زبان تا کجا ریشه و عمق و پهنا و غنا داره و امروز یک زبان است که در یونسکو به عنوان یکی از زبانهای مهم دنیا این ثبت شده استاد زریاب گرامی بر یک مصاحبه که با دوچویلی انجام میده دوچویلی آلمان و استاد میگه که گسترش و پیشرفت زبان فارسی دری را تلاش های مذبوحانه است که میخواهند بگیرند اما سخت در اشتباهند زیرا اینا باید بفهمند که زبان فارسی دری در سطح جهان شناخته شده با چهره های چون مولانا، سنایی، حافظ، سعدی، ناصر خسرو، جامی و بسا ستاره گان دیگری که چند سال قبل یونسکو سالی را به نام سال مولانا جلال الدین محمد بلخی مسمی ساخت. این نشانه از عظمت این زبان هست و امروز هم مولانا شناسی پس از 800 سال در ایالات متحده امریکا در یونیورسیتی ها درس داده میشه. افتخاراتی که از زبان فارسی دری هست بخشیده شد با ایران همان گونه ای که نام ایران بخشیده. ایران در زمان رضا شاه از دولت افغانستان اجازه میگیره که ما نام کشور خود از فارس به ایران تبدیل میکنیم. شما هم شامل ایرانی قدیم هستید. اجازه میدین؟ دولت ما متاسفانه بر اساس اون پالیسی ملت سازی بر اساس یک زبان بسیار آگاهانه و زیرکانه همه نام برزون میبخشه و با اون نام فارسی رو باز دری میسازه و امروز وقتی که ایران ادعا میکنه مولانا جلال الدین محمد بلخی از ماست و با ایران با ترکیه توافق میکنن که باید مولانا به عنوان میراث فرهنگی دو کشور در یونسکو ثبت شود که خوشبختانه من شخصا با حضور استاد واصف باختری رفتم و نظر از وره گرفتم که یک قسمت میرم خدمت شما میگذارم. زبان فارسی در افغانستان کنونی به اونجا خواهد زادگان زبان فارسی یا زبان پارسی، زبان دواری، زبان دری افغانستان است. ببینید مثلا ما حنظلی بادنیسی داریم نخستی یکی از کسانی که در بارهشان تصور میشه که نخستی
سخنپرداز زبان دری هستم به زبان شعر. مثلا دو تاریخ بسیار مهم، تاریخ بیهقی بیهقی از سبزوار است و اسم سال تاریخ عبدالحی گردیدی، دو تاریخ بسیار قدیم ما در کجا نمشته شده بود؟ از داخل مرزهای افغانستانی کن زمان صدارت سردار محمد داود خان، در زمان صدارتش یونسکو از دولت‌های مختلف جهان می‌خواهد که مفاخر فرهنگی و علمی خود معرفی کنند. از افغانستان کی معرفی میشه؟ خوشحال خان خطک، رحمان بابا، حمید بابا، محمد کاکل، اشرف خان ایجی. درست است، ما هیچ اعتراضی ندارم. اینها بالاست پارسی، آیین داره عالم بالاست پارسی.